با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این روز دوشنبه آغاز هفته است و امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید و هفته خوبی رو از سر گذرانده باشید و هفته بهتری رو در حقیقت در پیش رو داشته باشید. امروز هم 16 آپریل 27 فروردین 1396 است. دیشب هم با اجازه شما دوستان ما رفتیم به یک مراسم روایت خوانی. آقای پرویز صیاد تصمیم گرفته که در حقیقت خاطرات خودش رو یه لحظه اجازه بده بیان بکنه و خیلی هم اتفاقا مراسم خوب بود. 400-500 نفری آمده بودن، شرکت کرده بودن. فکر میکنم این مراسم تبدیل به یه تور سراسری بشه، بنابراین به هر شهری که آمد من به راستی پیشنهاد میکنم حتما برید و این برنامه رو ببینید. در سفر به مراکز ایرانی نشین با نمایش‌های مختلف بیش از هر چیز با این پرسش روبرو می‌شدم که چرا خاطراتت را نمی‌نویسی؟ و پاسخ همیشه این بود که خاطره نویسی کار دوره بازنشستگی است و حال که از این دوره برای من گذشته دیدم دیگه داره دیر میشه. دیدم اگر بیش از این دست کنم حوادثی که بر من گذشته یا بر آن شاهد بودم وضوحش را از دست میدهد. یعنی یادمون میره دیگه، یا شواش الا توضیح خواهم داد. اما خاطره نویسی در دوره بازنشستگی، به ویژه اگر حقوق بازنشستگی هم در میان نباشد و کتاب خان هم به قدر کافی حتی به قدر ناکافی نداشته باشیم، چندان به صرفه و صلاح نیست. پس بران شدم که با یک تیر دو نشان بزنم، هم خاطراتم را بازگو کنم و حقوق بازنشستگیم را از شما بگیرم. این یه تیکه از متن این نمایشه، ولی حرفای نوعی داره پرویز صیاد تو این برنامهش. انتقادهای تیزی رو او از ابتدایی که اومده بیرون مخالف سرسخت این نظامه و در اینجا انتقادات تیزی رو به رژیم گذشته دوره خودشون میکنه و کارهایی رو که در اون دوره انجام شده و انجام داده رو در حقیقت به نقد میکشه. بنابراین دعوت میکنم از شما هر وقت که این آمد در هر کجا که بودید حتما برید و این کار خوب و ارزنده رو ببینید. میگم یه کار متفاوته، تفاوت داره. اما از این اجازه بده که میدونی روزهای دوشنبه در این ساعت میریم خدمت آقای محمد رضای روحانی، وکیل براستی خستگی ناپذیر، یه انسانی که دل در گروه آزاده. او هم خاطرات زیادی رو دارد در طی این مسیر و برای ما گوشه های از اون رو بازگو کرد. اما متاسفانه همطور که مطلع شدید و به عرض رساندم، در هفته گذشته یکی از وکلای برجسته، یه وکیلی که آخه یه دوست ما رفته بود ایران و با برادرزادش که دختر جوانی است و رشته حقوق میخونه بعدش صحبت کرده بود و گفته بود که مثلا خانم ستوده اینطوریه، خانم عبادی این کار میکنه، گفته اما مثلا اینا رو نمیشناسم. خب این تفاوت میکنه با وکیلی که تمام هم و غمش برای رسیدن به همین فرشته عدالت است که میبینی. اتفاقا پرویز صیاد تو همین نمایش یا تو همین آی لاف تی وی بازی با خاطراتش اشاره ای میکنه به همین مجسمه عدالت که در سردر دادگستری بودن و عکسای اون رو به نمایش میذاره و به شما توضیح میده که چگونه تصویر این زن رو اول
زدن و بعد شمشیر رو از دستش گرفتند و صورتش رو تبدیل به یه مرد کردن، سینه‌هاش رو پاک کردن، کلش رو کردن کله این مرد و بعد هم یه چماق دادن دستش. ولی یه شخصیت های زیادی رو ما در طی این 40 سال باشون آشنا شدیم و متوجه شدیم که اینها به راستی دل در گروه آزادی و رسیدن به این ملکه عدالت داشتن و در این راه تلاش کردن. یکی از اینها همین آقای صادق وزیری است. اجازه بده که در گذشت آقای صادق وزیری رو به همه علاقمندان علی خصوص دوست بسیار خوبمون آقای روحانی تسلیت بگیم و با همین مطلب بریم خدمتشون، عرض ادب و احترام کنیم. آقا سلام میکنم به شما، ضمن این که همطور که شنیدی تسلیت هم میگویم به خاطر از دست دادن این رفیق خوب. انشالله بقای عمر شما و دوستداران ایشون و ملت ایران باشه. به هر حال آقای دکتر قسیم یک کلمه قشنگی به من یاد دادن، گفتن عمر ابراهیمی ایشون. ایشون خوشبختانه عرض کنم حضورتون که 97 سال زندگی کردن و به جان عزیزتون یک هفته قبل از 10 روز قبل از فوتشون من باشون صحبت کردم و واقعا هر وقت صحبت میکردم تعجب میکردم از این که آدم در چنین سن و سالی اینقدر بر رفتارش عرض کنم حضورتون تسلط داشته باشه، اینقدر در فکرشون، در صحبتشون منطق، اعتقاد، ایمان وجود داشته باشه. لذت میبرم. ایشون عرض کنم که واقعا معلم بسیاری از حقوقدانان ایران هستن. ایشون در زمانی که قاضی دادگستری بودن، من فکر میکنم در 75 سال گذشته ایشون روزی نبود که وجودشون منشأ خیلی برای مردم نباشه، چه در زندانهای شاه، چه در ایام طولانی تبعید در اینجا و چه در زمانی که قاضی دادگستری بودن، چه در زمانی که دانشجو بودن. روزی که مصدق و مجلس میبردن یکی از اون دانشجویان خود ایشون بودن. عرض کنم حضورتون که ما، من که میگم ما، منظورم وکلایی است که همسن و سال منند و عرض کنم که این مرد بزرگ نمونه‌ای بوده برای ما از شجاعت، سلامت نفس، پاکدامنی، پرهیزکاری، فروتنی، صراحت و البته فضل و دانش، چون ایشون روزنامه نگار برجسته‌ای هم بودند. مرد اهل سیاست بودن، مرد عرض کنم بسیار ترقیخواهی بودن، بسیار دموکرات بودن. عرض کنم که من فکر میکنم یکی از آخرین توصیه های ایشون به من این بودش که درویش را تنها نگذارید. درویش منظورشون آقای دکتر تابنده بود. به من گفتن، اسم دوتا وکیل بردن که من حالا اسمشون نمیبرم، یکی از اینها عرض کنم که بهش که مراجعه کردم شروع کرد به انتقاد کردن از دکتر تابنده. گفتم بابا ببین، شما هرچی اختلاف نظر داشته باشی از نظر دیدگاه فلسفی و اندازه آقای صادق وزیری نه. آقای صادق وزیری به من گفت که به شما مراجعه کنم که کمک کنید. دوست بسیار خوبم که ایشون واقعا مثل فرزند معنوی آقای صادق وزیری بودن. آقای عزیز معاملی که شما عرض کنم که مقاله ایشون رو چاپ کردی، به ایشون زنگ زدم و درخواست کمک کردم. متاسفانه ایشون از زیر تیغ جراح در آمده بودن و من ازشون خواهش کردم که شما دخالت نکنید، من کارهایی رو که بلدم یه خورده وقتی بیشتری میذارم و بیشتر تلاش میکنم، استدعا میکنم شما کاری نکنید. در هر حال میخواستم بگم که این مرد صاحب یک مکتبی بود از حیث اخلاق برای همه مردم، برای به خصوص در بین کردها احترام عظیمی داشت. جلوی خونریزی عجیبی که آخوندها در اونجا گرفته بودن با حضور ایشون گرفته شد. یعنی تصور میکنم که اون عرض کنم که موافقت نامه‌ای که گفته شد رو ایشون تقریر کردن. البته من در اون جلسه نبودم، من شنیدم این رو. 4 سال پیش در آلمان یک جلسه گذاشته بودن برای بزرگداشت ایشون
که ایشون در سن 92 سالگی 93 سالگی آمدن و سخنرانی کردن. عرض کنم حضورتون که فکر میکنم 40 دقیقه سخنرانی کردن. اگه فکر کنید یکی از جملاتشون مثل جملات من بود سر و ته نامرتبی داشت، نه، تمامش درست، تمامش آموزنده، از ناصر خسرو و مثنوی معنوی و از سعدی و حافظ و عرض کنم که از همه چیز گفتن. من فکر میکنم تیشم این فیلمش هم تهیه شده، میشه پیداش کرد و یک بار دیگه تعظیم کرد و یاد گرفت. من در اون جلسه دیدم که هیچ چیزی بهتر از این به گلگشت جوانان نیست که براش بخونم، و چون حفظم خیلی دوست دارم برای ایشون در اون جلسه برای 400-500 نفر از هموطنان از خانواده های مختلف سیاسی آمده بودن، در اون جلسه بودن. من به گلگشت جوانان یاد ما را زنده دارید رفیقان، که ما در ظلمت شب زیر بال وحشی خفاش خوناشام نشاندیم این نگین صبح روشن را، بروی پایه انگشتر فردا و خون ما به سرخی گل لاله به گرمی لب تبدار عاشق ریخت و دیوار هر کوچه و نقشی شد به فرش سنگی میدان هر شهری. این استان لب لعل زنانی را که میخواهید، این استان گل آتش فروز شمعدانی که در باغ بزرگ شهر میخندد و برپر میزند ارواح من در سرور عشرت جاوید دوتان و عشق ماست لای هر برد های هر کتابی را که میخوانید. این رو حالا فکر میکنم شاید خیلی دقیق نخونده باشم، در حال این شعر رو اون روز در اون جلسه خوندم، واقعا هیچ چیزی هم نمیشد به کارنامه ایشون بیش از این شعر اضافه کرد. اشخاص مختلفی که آمدن از کارهای ایشون صحبت کردند، از زحماتی که ایشون برای مردم ایران کشیدند، برای صلح کشیدن، برای آزادی کشیدن، برای ترقی‌خواهی کشیدن رو ما هرگز فراموش نمی‌کنیم. یک مطلبی بود که من در همون جلسه از ایشون پرسیدم، فکر از آقای متین دفتری پرسیدم، گفتم که این بیانیه‌ای رو که در جواب خمینی روز 7 اسفند 1357 نوشتیم به نظر میاد که به نوشتار آقای صادق وزیری خیلی نزدیکه، چون من مطالب ایشون رو میخوندم. عرض کنم حضورتون که آقای متین دفتری هم تایید کردن که بله، عرض کنم پیشنویسشون رو ایشون تایید کرد. دلیل این که من این الان آوردم جلوم گذاشتم و یه بخشای کوچیکشو برای یاد برای بزرگداشت ایشون میخونم. امیدوارم اشخاصی که صدای منو میشنوند با وکلای ایرانی تماس دارن، با کانونهای وکلای ایران تماس دارن، عرض کنم حضورتون که این رو بفرستم. من امکانات دبیرخانه بزرگی ندارم، بفرستید که 60,000 وکیل ایرانی بدونن که اعضای هیئت مدیره کانون وکلا تعدادشون رفته بودن پیش خمینی، خمینی اونجا امر و مقرر فرمودن، فتوا دادن که دادگستری را بایستی طبق قرآن طبق اخلاق تهیه بشه. توی روزنامه های اون روز هست، روز 7 اسفند 8 اسفند روزنامه های اون روز هست که خمینی چه دستوراتی داد. بلافاصله بیانیه کانون وکلا رو که در پاسخ خمینی داده شد و وکلای ایرانی بهای این شجاعت رو هنوزم دارن میپردازن، همین وکلایی که در زندان ها هستند، همین خانوم ستوده، همین آقای سیف‌زاده، همین وکلایی که عرض کنم حضور اون فراری هستند در خارج کشور، اینها همه بدون استثناء متأثر از این قبیل تعلیمات هستند که نوشته است. اولین جملهش رو یکی دو تا پاراگراف شد میخونم برای اینکه عرض کنم حضورتون با اینکه خیلی اهمیت داره، من دو تا پاراگراف شو میخونم. بیانیه کانون وکلا ما روز 7 اسفند، یعنی چند ساعت بعد این خمینی سخنرانی کرد که دادگستری رو اسلامی کنیم، به مناسبت سالروز استقلال، استقرار حاکمیت واقعی مردم محتوای کلیه قیام ها و جنبش هایی است که ملت قهرمان ما از 100 سال پیش تا کنون نهال آنها را با خون بهترین و دلیرترین فرزندانش آبیاری کرده. پیشگامان این جنبش ها از آنجایی که برای آزاد کردن آحاد و افراد مردم ایران از زنجیرهای گوناگون ستم به پا خواسته بودند،
اعاده حیثیت واقعی انسان ایرانی را بالاترین هدف و وظیفه خود قرار دادند. آنان با روشنبیری و درایت نیک می‌دانستند که استقرار آزادی و حکومت واقعی مردم وقتی میسر است که حقوق انسانی فرد ملت ایران محترم شمرده شود و ایرانی واقعا احساس کند که صاحب اختیار خانه خویش است. برای به کرسی نشاندن این خواسته بر حق که بسیار خانمانها بر باد رفت و چه انبوه جوانان و مردان و زنان ایرانی در طول سالیان دراز شربت شهادت نوشیدند و چه مردانه چندین نسل پرچم پر افتخار مبارزه را با نثار جان و هستی خویش به دوش کشیدند و به نسلهای دیگر سپردند و امروز چه افتخار انگیز است که پرچم خونین مبارزه نسلهای ما پیروزمندانه در پهنه ایران در اهتزاز است. ایجاد قوه قضاییه مستقل و قوی به مثابه عامل مهم استقرار حاکمیت واقعی مردم از انقلاب مشروطیت به درستی یکی از اهداف پیشگامان انقلاب بود. من اجازه بدید که مؤخرش رو بکنم برای اینکه فکر میکنم ماهیت عمل تاریخی و احترام برانگیز هیئت مدیره ایران و شخص ایشون که عرض کنم زحمت تهیه پیشنویس رو به عهده گرفتند برای نسل‌های ما یک پرچمی است، برای حقوق‌دانان ایران یک پرچمی است، برای عدالت‌خانه ما یک پرچمی است. قانون وکلای دادگستری بی‌مناسبت نمی‌داند که وفاداری خود را به اصول عالیه دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت، نه ولایت مطلقه فقیه، و استقرار حاکمیت مطلق ملت قاطعانه اعلام دارد و همچنین دفاع از احیای اقتدارات کامل محاکم عدلیه و قوه قضاییه مستقل و قوی را بار دیگر وجهه همت خود و عموم وکلا و علاقمندان به آزادی و عدالت قرار دهند. قانون وکلای دادگستری مرکز این یک پلتفرمی برای نسل‌های آینده ما، برای نیروهای ترقی‌خواه ما، برای همه اونهایی که دل در جلوی آزادی دارن. من در ایام سخت و سنگین تبعید برای دیدار ایشون هر وقت امکانی فراهم میشد یا حتی زمانی که امکانی نبود داوطلب بودم که منو برم به سوئیس و وقت میگرفتم از ایشون. سالیان دراز با هم در یک کافه‌ای در اونجا قرار میگذاشتیم، من میرفتم و واقعا میآموختم از این استاد بزرگم، میآموختم و غالبا با هم در تماس بودیم. من بسیاری از مصاحبه ها، سخنرانی ها، مطالبی که در مورد حقوقدانان ایران نوشتم برای ایشون میفرستادم و از نظرات ایشون واقعا استفاده میکردم. اصلا نه اینکه الان ایشون عرض کنم حضورتون، چون از ما دور شدن من در مقام سپاسگزاری از خدماتشون باشم، نه، همیشه این چنین بود. من برای ایشون یه کتابخونه کوچیکی داشتم و دارم. من برای ایشون هر وقت که ایشون لازم داشتن سندی چیزی رو که از من میپرسیدن، من عرض کنم حضورتون تهیه میکردم میفرستادم، بعد میرفتم سوئیس ایشون رو عرض کنم که به خدمتشون میرسیدم میدیدم ایشون. من یکی از این یادداشت‌هایی که نوشتم مال سوم ماه می 2011 است. در اینجا به ایشون نوشتم که عرض کنم اون موقعی بودش که ریخته بودن و پناهندگان ایرانی مجاهدین رو تو اشرف کشته بودن و بسیاری از جریانات سیاسی، شخصیت ها به دلیل اختلافی که با مجاهدین داشتن عرض کنم که از دفاع از حقوق اینها غافل موندن. من به ایشون متوسل شدم و عرض کنم که براشون یک اسنادی فرستادم و نوشتم که در حالی که هنوز مقامات عراقی گورستان اشرف را در تصرف دارن، مانع دفن اجساد هستند و 350 مجروح بدون دارو و در محاصره، این اشخاص کمکی نمی کنن. دست به دامنشون شدم و شکایت کردم و درخواست کردم که اینها رو دعوت بکنه به انجام وظایفشون و عرض کنم خوشحالم که حتما چنین کردن و حتما عمل ایشون مؤثر بود. و نوشتم
مطمئنم که شما به عنوان پیشکسوت حقوقدانان ایران از هر اقدامی که بتوانید دریغ نخواهید کرد. ای کاش همه ما سعی سرد را از شما بیاموختیم. عرض کنم حضورتون که یکی از آخرین سفارش های ایشون این بودش که درویش رو تنها نگذارید، در حالی که ایشون لاهوتی نیستند، نبودن، ایشون ناسوتی بودند و از نظر فلسفی با دکتر تابنده عرض کنم حضورتون که فرسنگ ها دور بودند، ولی از حیث حفظ حقوق انسانی ایشون به من توصیه کردند. یکی از آخرین توصیه هاشون بود، امیدوارم که من بتونم به وظایفی که در این مورد به عهده گرفتم بتونم اون وظایف رو انجام بدم. یکی از مسائلی که ایشون همیش من رو تشویق میکرد برای انجامش توجه به مسائل حقوق بشری و وضع دادگستری و حقوق دانان ایران بود. از جمله عرض کنم یکی از دوستان زحمت کشید بخش مهمی از عرض کنم که نوشته ها و مصاحبه ها و این چیزایی که من رو که در مورد حقوق دانان تهیه کرده بودم برایشون فرستاد و ایشون عرض کنم که یه نامه‌ای به من نوشتن. دوست محترم و معزز جناب آقای محمد رضا روحانی، با سلام و تأیید مراتب ارادت بدین وسیله نظر خود را در مورد مجموعه سخنرانی ها و اظهار نظر آن عزیز به استحضارتان میرسانم. بدون هیچ گونه مجامله و تعارف، آنچه جناب عالی در مورد حقوق وکلا در زمینه های مختلف بیان کرده اید و افشای مدعیان وکالت با صراحت و دقت نمونه تمام عیار ناظری دلسوز است که با کمال دقت همه تعدیات زمامداران جمهوری اسلامی و پامنبری های آنان را افشا و محکوم کرده. در واقع جناب عالی به حق وظایف همه ما به عنوان وکیل و حقوقدان را به تنهایی بر عهده گرفته اید و از این رو همه وکلا و حقوقدانان ایران باید قدر شهامت و صراحت جناب عالی را بدانند. البته ایشون محبت داشتن نسبت به من، این چیزا رو می‌نوشتن نوشتن و من کاری غیر از ادای وظایف خودم نکردم و فکر میکنم که کم هم کردم و بایستی بیشتر میکردم. در هر حال عرض کنم که چنانچه شاید باید جناب عالی قدردانی کنند، بدون تردید کاری به این شگرفی در ایام معدود نمیتواند خالی از پاره اشتباهات باشد. آنچه مهم است که جناب عالی در هیچ موردی از ایفای وظیفه به عنوان ناظری دقیق و آگاه کوتاهی نکردید. من با وجود کسالت در تمام نوشته هایتان را با کمال دقت خواندم، نظرم را برایتان می نویسم. ببینید در عرض کنم که سن 95 سالگی در حال بیماری و درد میشینند با حوصله و صبر اشتباهاتی رو که در کار پیش آمده رو با ابتدا با بزرگواری و قدردانی که من واقعا خودم لایق اون همه عرض کنم که محبت نمیدونستم و نمیدونم، ابتدا تشویق میکنم و بعد در مواردی رو که به نظرشون میامد که درست نیست رو نوشتند و به هر حال نوشتند که بار دیگر لازم میدونم که عکس العمل آگاهانه شما در محدوده شأن وکیل و حقوق و وظایف وکالت واقعا در خور تقدیر است. برایتان در ادامه این کار بسیار جالب و مفید آرزو دارم. دستتان مریضا ارادت من. به هر حال این بزرگواری ها تنها نسبت به من نبود، نسبت به همه اشخاصی که ادای وظیفه می کردن. ایشون مقام معلم، راهنما، عرض کنم حضورتون که نقاد دقیق منصف رو داشتن و من آرزوم این هستش که این عرایضی که الان در خدمتون می کنم اینها منعکس بشه و وکلای ایران برن بخونن اون منشوری رو که هفته اسفند 1357 در مقابل خمینی گفته شد و البته وکلا اعضای هیئت مدیره کانون وکلا یا به زندان افتادن یا تعداد ایشون آقای ایشون عرض کنم حضورتون زودتر تحت تعقیب قرار گرفتن، بنابراین خوشبختانه تونستن جان به در ببرن و دکتر دامغانی از عضو هیئت مدیره به زندان رفت، آقای نزیح فراری شد، آقای اردلان رو به زندان بردن، نیم کشتش رو به خونه فرستادن تا عرض کنم که در حال احتضار بود در خانه از بین رفت. وکلایی مثل عرض کنم آقای
دکتر مدرس رو کشتن، دکتر مجذوب رو کشتن، بسیاری از وکلا رو به بهانه های گوناگون کشتن، مسعودی رو کشتن. عرض کنم حضورتون که اسماعیل زاده رو اجازه معالجه ندادن، از کار بیرونش کردن. همین الان وکلا در زندان هم. همه این وکلایی که ما میبینیم به نحوی عرض کنم که یا در جمعیت حقوق‌دانان ایران یا در کانون وکلا عرض کنم که از مکتب ایشون، از روش ایشون یاد گرفتن، از آموزش های ایشون. و این مرد یک شمعی بود، یک چراغی بود برای راه ما و چراغی باقی خواهد موند. رفتار ایشون به هر حال عرض کنم، شما قبل از شروع برنامه به من تسلیت گفتید به هر حال آدم میمیره دیگه، ولی میراثی که ایشون باقی گذاشته میراثی هستش که بذری که کاشتن، بذری هستش که نتیجه بسیار خوبی برای میهن ما خواهد داشت. یادشون، راهشون و کارشون عرض کنم که مورد افتخار همه ما هستش. یادش بخیر. من یاد این بزرگان بخیر باد. براستی گفت هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. به هر حال اتفاقا باز دوباره این دیشب این صحبت‌های آقای پرویز صیاد رو میگم، خیلی برام جالب بود. و اینکه مردم امروز فکر میکنن که در 57 اولا مردم بی خودی اومده بودن تو خیابون، که واقعیتی نیست. مردم به دلایل عدیده آمده بودن توی خیابون و اعتراض داشتن به وضع موجود و به دنبال اجرای عدالت و قانون بودن. من به درستی یاد دارم که روزهای اول این شلوغی ها بحث بر سر، یعنی شعار اصلی، استقلال، آزادی، قانون اساسی بود. ولی هیچ کس در مخیلش اصلا این تصور رو نمیشد بکنه. حتی اروپایی، حتی فرانسوی، چه میدونم هر جای دنیا، شما فکر کنید یک گروهی پیدا بشن و برن زنهای دخترهای مردم رو بدوزن ببرن و اسم خودشون رو بذارن اصلا ضد کتاب، بوکل حرام دیگه، ضد کتاب میشن اصلا. کی در مخیلش میتونست در اون سالها تصور بکنه که یه گروهی پیدا میشن با شمشیر و قمه میرن میگن الله اکبر، میخوایم برگردیم به 1400 سال پیش. اصلا چنین چیزی در تصور و تخیل هیچ کس نبود، نمیشد حتی اینو خیال کرد، باورش سخت بود. و اینکه روشنفکرها مقصرن، روشنفکرها نمیدونم بدن، اینا در حقیقت پیام اهریمنه که از گلوی آدمای ساده بیرون میاد. وگرنه از همون پیش از حرکت، در جریان حرکت انقلاب، بعد از انقلاب و تا امروز، گفتم در برنامه پنجشنبه به عرض رسوندم، خب شما وقتی میگی که آقای ترامپ بیا بزن، تشکر میکنیم ازت فلان، شما همه این مبارزات مردم رو زیر سوال میبرید. وقتی میگی ترامپ اومده این حکومت به لرزه افتاده، رو در حقیقت حق این آدم ها رو دارید ضایع میکنی، حقوق این انسان های شریف رو پایمال میکنی. مقاومت اینها، استمرار اینها، روشنگری که این افراد در طی این تاریخ انجام دادن مثلا کم سابقه است. ولی وابراستی چند نفر از ما اینا رو میشناسن؟ چند شب پیش داشتم یه فیلم مستند نگاه میکردم از تاریخ کالیفرنیا، خیلی جالب بود که اسمش بود غرب وحشی.
و چگونه میگفت سفیدها آمدن و اینها برای تغییر رژیم نیومده بودن، نیومده بودن رژیم چنج بکنن، ولی رفتارشون، حضورشون، قانونگرایی و اینکه اینها به سمت قانون حرکت کردن مسیر ماجرا رو عوض کرد و در حقیقت این کالیفرنیا رو ساخت. قبلش وجود نداشت، اینا جویندگان طلا بودن، آدمایی بودن اومده بودن یه شبه میلیونر بشن. این تفکر هنوز هست، اپورتونیتی لند، نمیدونم گولد دیگر، جویندگان طلا. ولی چگونه اینها اومدن و از طریق قانون شروع کردن، اول گنگ های مکزیکی رو از بین بردن و بعد با یه کشتار فجیعی که در حقیقت از چینی ها کردن، بعد از گذر از اون مرحله به سمت قانون حرکت کردن و تا زمانی که قانون وارد مملکت نشود هیچ مملکتی اصلاح نمی شود. بنابراین باید قدر این شخصیت ها رو دونست، باید این شخصیت ها رو معرفی کرد به جامعه. اینا آدمایی نیستن که خودشون بیان بوق بزنن، داد بزنن. اینها کسانی هستن که در حقیقت ما باید به سمتشون حرکت کنیم و تمجید کنیم ازشون، تعریف کنیم و حمایتشون کنیم. متاسفانه این هم هرگز در طی این سالها من ندیدم صورت بگیره. همه در جهت تخریب تا بگی زودی میدونم، برای اینکه این ذات این نظام تأثیر میذاره، مؤثره. نمیدونم آقای روحانی در حقیقت آیا خلاف میگم؟ عرشان حضورتون کاملا درست میگید. من از شما اولا به شما تبریک میگم بازگشت، عرض کنم که جناب شاهین پر رو دیدم که پریشب صحبت میکرد خدمت اینجا، فکر کنم روز جمعه بود صحبت میکرد. کلی استفاده کردم. عرض کنم که به خصوص اونجایی که تذکر میده به اشخاص که تلاش نکنید خارجی ها بیان در امور مملکت ما دخالت کنند، تلاش کنید که مشکل بین خودمون حل و فصل بشه. البته بیان ایشون و ذکر موارد تاریخی ایشون و اینا رو خب همه میدونیم که چقدر شیرین، چقدر خوب، چقدر با صراحت، چقدر بدون تعارف مطالب رو گفتن. و الان که شما این صحبتی میکنید که خارجی ها دعوت میکنن بیان بزنن، یه چیز خیلی خوبی گفت. اینایی که این حرفا رو میزنن غالب اینا از آمریکایی‌ها دلواپس هستن که چرا 28 مرداد کودتا کردین، یا چرا عرض کنم بهمن ماه 57 شاه رو تنها گذاشتین. این دو تا حرف الان هم دوباره دارن همون حرفا رو میزنن. یعنی این که مثل که بدون مداخله خارجی ملت حق نداره. ما البته ما با تمام جهان متمدن، با تمام مدنیت معاصر در همه اشکالش، با همسایگانمون، با کشورهای مسلمان نشین، عرض کنم که اشتراک منافع داریم برای اینکه این سرطان ارتجاع رو از بین ببریم. برای اینکه این هر روز می‌بینیم در جهان پر خون کردن اینها، هر روز می‌بینیم که اینجا و اونجا کشتاره، به خصوص تو کشورهای مسلمان نشین که بهش توجه زیادی نمیشه. حالا مثلا یه لاتی عرض کنم توی آلمان یه کاری بکنه، یا تو فرانسه بکنه، یا تو بلژیک بکنه، یا تو آمریکا بکنه، از همین ریشوا تمام دنیا پر میشه. اولین قربانی عرض کنم که مردم کشورهای مسلمان نشین. اصلا نگاه کنید که این ارتجاع توی منطقه ما در روز چند نفر کشته میشن به خاطر این دعواهای فرقه مذهبی. فکر کنید که الان میبینم که میگن این خانم عرض کنم که عزادانلو، خانم رجوی با آقای ملک سلمان صحبت کرده و آمده اینجا و اینو خودشون که اعلام نکردن هنوز، ولی این رو مشاور بین المللی علی لاریجانی اعلام کرده. و این به عنوان که اینا مثلا اقتدارشون پیش میکنن که ببین اینم آمده اینجا،
مثل که خبریه، مثل که این بیچاره ها از دست آخونده میان این برون و وسیله فشار فراهم بکنن، و ایلا خودشون میدونن که جنگ چه مصیبت عظیمی برای کشور ایران ایجاد خواهد کرد. این 15% شیعه که تو مناطق نفتی هستن چه مصیبت های ایجاد میکنن. اینا همه برای پرهیز از جنگه، ولی خب یه عده نشستن و عرض کنم حضورتون که من متاسفم در هفته گذشته صحبت هایی که میکردم توی این صحبت ها دیدم دوستان بسیار خوبی اعتراضات بسیار شدیدی کردن. یکی از این دوستان که آقای عرض کنم سپاسی هست به من گفت که عرض کنم حضورتون تو چطور میتونی به فدایانی که دوستشون همرزمشون همسنگرشون شاعر رو سعید سلطانپور رو از روی سفره عقد بردن و کشتن و اینها با این حکومت همکاری کردن، با چنین آدم هایی میگی راه باز کنی برای چنین اینا ما چند باید امتحان خود شده بدن. و شدیدن نسبت به حرف های به قول خودش لیبرالی من عرض کنم که اعتراض میکرد. باز هم به من گفت که بخوام همینجا خوبه که بهش بگم که من این کار کردم، به من گفت علیه فراموشی کتاب خانوم منیره برادران رو بخون. من قبلا هم که گفتم کتاب رو خوندم، تعریفم کردم، کلی چیزم از این کتاب یاد گرفتم و عرض کنم، ولی عواطف و احساسات ما جای خودشه داره. عدالت مجدد میگم، اجرای عدالت یک امر فلسفیه، کار دستگاه قضایی در جهان یا حل و فصل اختلافات مردمه. به قول شما حکومت قانونه، کدوم قانون؟ قانونی که به مالک اجازه میده مستأجر رو از خونه بندازی بیرون. کدوم قانون؟ قانونی که به کارفرما اجازه میده کارگر رو بندازه بیرون. اون عمل برای کارگر و کارفرما اجرای عدالته، برای مستأجر و برای کارگر بی عدالتیه. ولی در هر حال جامعه بایستی که مبتنی برای یک قانونی باشه. همچنین شما میفرمایید، از کنم اگه میشه بدون قانون حیات اجتماعی ما بدون قانون؟ مثلا یکی از همین آدما، یکی از همین نوچه های آقای رجبی، که البته من وقتی میگم نوچه رجبی اینا همه اسمشون هست رجبی، یه مقاله نوشته به خانم، طلبکاری میکنه از خانم عبادی که تو رو هیچ کس نمیشناخت. راست میگن، اینا دوربر خودشون فقط نگاه میکردن، ما میشناختیم این خانم رو. هفته گذشتم یک کرده بودم، الانم مقابل چشمامه. این خانم به عنوان نماینده عرض کنم حضورتون که انجمن زنان قاضی در سمینار خواسته های ملت از قانون اساسی را که به قوه قضاییه صحبت کرد، تو نمیشناختی، عرض کنم تقصیر توی که کسی رو اصلا به رسمیت نمیشناختی، تو آخه کیو میشناسی؟ و بعد هم میگه اینا بریدن از رژیم. نه آقا، اینا نبریدن، اینا نمیتونستن مثل شما عرض کنم حضورتون که چک بلا محل بکشن و مردم رو عرض کنم که فریب بدن. اینا در حدی که عقلشون میرسید میگه که به بهانه دفاع، به بهانه دفاع یعنی که این خانم وکیل لادگوزایی رفته دفاع کرده. چرا به بهانه دفاع؟ به خاطر دفاعش عرض کنم که تحت تعقیب قرار گرفته، به خاطر کارش ناچار شده از مملکت بیاد بیرون. ممکنه من و شما بار عرض کنم اینجا و اونجای کار ایشون مخالف باشیم، ولی به هر حال ایشون وجود داشته، ایشون کارنامه ای داشته، کارایی کرده، ایشون از چندین پرونده دفاع کرده. و من بدون اینکه از طرف ایشون اجازه داشته باشم میگم، معمولا تو این پرونده ها اشخاصی که میان پولی ندارن که به وکلا پول بدن. غالب این پرونده ها رو عرض کنم که غالب شه به نظر من 90% 99% این پرونده ها رو وکلا عرض کنم با افتخار انجام میدن. بنابراین عرض این خانم خیلی کار کرده در این سالهایی که در خارج کشور بوده، از حقوق مردم دفاع کرده. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم در هلند یک نمایشگاهی هست از کار زنان زندانی. خب این همت این خانم بوده، سالها پیش پیشنهاد کرده که زنای زندانی ایرانی یه انجمنی درست کنن در خارج کارهایشون.
نشون داره که الان تو هلند همچین نمایشگاهی وجود داره. خب این نتیجه کار ایشونه، فکر میکنم که شاید الان نیست، مثل که تموم شده. خانم مهرنگیز کار، عرض کنم حضورتون که پیام اختتامیه اینجا رو خوندن، خب این خانم به خاطر کار وکالت رفته زندان. حالا شما ممکنه نظرش قبول نشته باشید، منم نظرات مربوط به اینکه این رژیم ممکنه اصلاح بشه اینا رو قبول نداشتم، ندارم. ولی کسی که میگه که اینقدر شجاعت داره که بگه من پشیمانم، عرض کنم و این فکر درست نبود، این رژیم بایستی بره، شما باید استقبال کنید، باید با سر برید به طرف چنین آدم های با شأن و با شخصیتی که مقاله بنویسی. نمیدونم تکلیف ما در مقابل بریده ها چیست، ریزشی ها، معذرت میخوام کلمه بریده به کار نبود، کلمه ریزشی ها به کار بود. خب تکلیف شما این هستش که به رهبرتون بگید نامه به خانمینه این هم نیست، زشته، بده، این کار خلاف اخلاقه، خلاف اصوله. کلمه خیانت رو همینجوری برای مردم به کار میبرین، معناش این نمیدونید. خیانت در زبان فارسی یعنی پیمان شکنی، و شما پیمان شکستید با همه مردم ایران، با همه شهدا پیمان شکستید. نامه نوشتید به خامنه ای، خودتون رو حقیر خوندید تو اون نامه، درخواست کردید که از قدرت ولایت مطلقه فقیهش حکم حکومتی صادر کنه و رفسنجانی رو راه باز کنه برای رفسنجانی. اینا ننگه. کجا این خانوم از این کارا کرده؟ کجا این خانوم گفته که سر بار رو بزنید در مورد امیر انتظام؟ هیچ وقت همچین کاری نکرده. وقت شما طلبکاری میکنید از مردم به جای عذرخواهی. عرض کنم که حالا جالب اینه که اینا خودشون مسلمون هم میدونن، یک حدیث نبوی هست، ببخشید که من اینا رو بهش استناد میکنم برای اطلاع اونهاست که بدونن، که میگه که کل آدم خطا و خیلی خطایی التوابون، همه آدم ها اشتباه میکنن، خطا میکنن. بهترین، عرض کنم که خطاکاران اونهایی هستن که توبه میکنن. من پیشنهاد میکنم آدمایی که برای خامنه ای نامه نوشته، آدمی که برای خامنه ای نامه نوشته، آقای مسعود رجبی، توبه کنه، اشکالی نداره. اون کسایی که گفتن سر امیر انتظام نمیدونم، گفتن سر افکی رو بزنید نمیدونم چیکار بکنید، عذر بخوان از مردم ایران بابت این تندخویی ها، ادامه ندن به این کارها. بعده بایستی قدره این قبیل آدم ها رو دونست. این آدم اینقدر کار بلد بوده کرده، عرض کنم که بایستی بهش گفت کار خوبی کردی، بایستی از کارهای خوبش یاد کرد. آمدن گفتن که ما چه میدونم تعدادی از این آدم ها آمدن گفتن ده دفعه من این مطلب رو گفتن، گفتن آه این رژیم اصلاح شده این نیست، باید از این رژیم عبور کرد، این بایستی رفراندوم کنیم. خب حالا رفراندوم عملی نیست، خودشون هم میدونن عملی نیست. و وقتی اون دوتا حرف خوب رو زدن، شما استقبال کنید، باید بگید کار خوب، سپاسگزاری بکنید از این که به راه مردم آمدن، نه اینکه عرض کنم ببینید اینجا خودت داوری بکنی که چی؟ تکلیف ما در مقابل ریزشی ها چیست؟ آخه تو کی هستی که بخوایی تعیین تکلیف بکنی برای دیگران؟ تو تکالیف خودت درست انجام نمیدی. در هر حال من عرض کنم حضورتون که خوبه که شما اشاره کردید به بوکو حرام، منم اشاره کنم به این که فکر میکنم امروز آقای پناهی اظهار خوشحالی کردن که دو تا از فیلم های ایرانی به فستیوال کان راه پیدا کرده. حتما ایشون خبر دارن، منم تأکید میکنم که دو تا فیلم دیگر که به وسیله ایرانی ها درش نقش مهمی داشتن، هم یه فیلم دیگر هم در فستیوال نمایش داده میشه، فیلمی هستش که خانم عرض کنم گلشیفته فراهانی درش بازی کرده و تهیه کنندهش یک حقوقدان ایرانی هستش که همشهری عرض کنم حضورتون خانم دیداره که اینو تهیه کرده، از اهالی شهر ماش، حقوقدانه، عرض کنم که فکر میکنم همین همسن بچه های منم باید داشتن. به هر حال میخوام بگم که نه، بوکو حرام ما نتونست کار خودشو پیش ببره با همه کشتارهایی که کرد، چه اونهایی که در تبعید هستن و چه اونهایی که در داخل هستن، و
جایی که میتونن عرض کنم حیثیت خودشون، نقش خودشون رو در دفاع از حقوق و آزادی های مردم ایران انجام دادن. و خوبه ما از اینها سپاسگزاری کنیم، نه اینکه با اینها بی خودی دشمنی کنیم که چی. خب تکلیف اینها این نیستش که مثلا اسلحه به دست بگیرم، اصلا بلد نیست اسلحه دست بگیرم، میترسن. خوبه تعلیمات نظامی بلد نیستن، تشکیلات مخفی بلد نیستن، همین کارهایی که بلدن میکنن. خب باید سپاسگزاری کرد، باید قدردانی کرد. اینکه ما همه مردم رو براشون تعیین تکلیف بکنیم که فلانی چه کرده فلانی چه کرده، عرض کنم اون کار خوبی نیست. بایستی که نقاط قدرتشون رو دید. البته انتقاد خوبه، منم هم به خانم عبادی انتقاد کردم، هم به خانم مهرنگیز کار انتقاد شدید کردم، به اون جایی که انتقاد داشته انتقاد کردم، اصلا پشیمون نیست. فکر کنم حرفم درست بوده، برای اینکه جوابم نشنیده بعدشون، یا شاید مثلا قابل یا نشنیدن، یا اینکه مثلا فکر کنم لازم نیست جواب بدم. در هر حال ولی این معنیش عبارت از این نیستش که اگر اینها رفتن در مقابل رژیم ایستادن، اون کارشون رو بگم ما اینا رو نمیشناختیم، ما اینا رو خوب میشناختیم. شما نمیشناختید، شما هیچ کس رو نمیشناسید. آره حرف داری کنه که من در زمانی که اون حرف رو میزدم مثلا بیاد سعید سلطانپور نبودم، ولی من بعد از این که مرهم میزنم روی این زخم به خاطر 80 میلیون ایرانی دیگه، تصور میکنم که همه ی حرفهای خانم منیره برادران در کتاب علیه فراموشی خوب است، ولی خوبتر از همه این است که ابتداعا به کشوری که در پرتگاه جنگ قرار داره بیاندیشیم، به آینده مردمی بیاندیشیم که اسیر این رژیم هست، اسیر ولایت مطلقه فقیه هستن. نگاه کنید اینایی که میگم، عرض کنم حضورتون، میگن با هم اینجا بشینیم اینجا اختلافات خودمون اینجا حل بکنیم، نه چی میشه شما رو اصلا نشناسن در درون کشورتون چی کار میکنیم. چون مردم با هم توی میدون نبرد علیه رژیم متحدن، شما هستید که متحد نیستید، باید متحد باشید. نگاه کنید من همین اینا رو یه چند تایی رو یادداشت کردم، مگه چیکار باید بکنن مردم که شما ماها در خارج کشور به هوش بیاید. ببینید ما برای مسائل، فقط برای مسائل کارگری عرض کنم، معلمان شهرستان چادگان 9 ماه حقوق نگرفتن، روغن نباتی جهان در زنجان، اعتراضات خانواده بیماران صعب العلاج در کازروم، کشاورزان اصفهان، کارگران پالایشگاه ایلام، کارگران بازنشسته ایران تایر، کارگران متالورژی پودر ایران، مهمانداران شرکت راهن رجا، کشاورزان رودباد، کشاورزان فیروزآباد بویراحمد، روستایان کوهکیلویه، بیکاران منطقه خوزستان، رانندگان اسنپ عظیمیه کرج، سپردگزاران آرمان وحدت اهواز، دانشجویان دانشگاه شیراز، متقاضیان آزمون استخدامی یاسوج، مالباختگان صندوق تعاونی البرز، کارگران گروه ملی فولاد. عرض کنم که اینا تو خیابونا هستن، اینا با هم اختلاف ندارن. چرا شماها اختلاف سعی میکنید که به اختلاف ها دامن بزنید؟ ما اختلاف طبیعی هستیم، ما ها آدم های گوناگونی هستیم، سنمون، موقعیت طبقاتیمون، فهممون، شعورمون، عرض کنم تاریخ خود مون، اینا فرق میکنه با هم دیگه. یه جور دیگه هر کسی عینک خودشو داره برای دنیا، ولی شما عینکتون علیه رژیم نمیتونید عوض کنید. ولی اسمش میشه خیانت، اسمش میشه کاغذ نوشتن به خامنه ای، دست به دامن خامنه ای شدن و حقیق گفتن من نمیدونم فدوی چنین میگوین. اون وقت اینجوری میشین، نکنید. نقاط قدرت همدیگه رو ببینیم، به داد همدیگه برسیم، به داد این مردم برسیم. ببینید من یه مورد و مثال میزنم که برای من واقعا باعث سعادت و خوشحالیه که میبینم 1000 ایرانی از درون کشور و خارج کشور و 28 سازمان حقوق بشری خارج کشور یا مبارزین سیاسی سازمان های سیاسی خارج کشور با هم امضا می‌نویسن که این خانم
گلرخ ایریایی در زندان 70 روز در زندان هست و به حکومت اخطار میکنن که برای حفظ جان این خان درخواست میکنن که توجه عرض کنم که به حقوق این خانم توجه بشه. این جبهه یعنی همین. خب اگر این قبیل جبهه ها یه خورده منظمتر بشه، یه خورده هماهنگی پیدا بشه، اتحاد مبارزه پیروزی معنای خودشو پیدا میکنه. به درسته اگر این اتفاق بیفته، یعنی یه دی پا روی نفس خودشون در... عرض کنم حضورتون که من امیدوارم که این حرفایی که شما امکانات پخشش رو فراهم میکنین، نشرش رو فراهم میکنین، این حرفایی که دیگران میزنن اثرات خودشو در میدان مبارزه داشته باشه. ما امروز وقتی از صادق بدیری صحبت میکنیم با افتخار صحبت میکنیم که از مهمترین دلایلش این بوده که این آدم تلاش نمیکرد که از این و اون بهانه بگیره، انتقاد میکرد. ببینید همین نامه که برای من نوشتن منو راهنمایی کردن، اصلا با هم برنخورد، کلی هم چیز یاد گرفتن. ولی میشد همین نامه رو نوشت که مثلا تو راحت نوشتم، تو بیسوادی، تو هیچ حالی نیست، تو اونجا رو غلط نوشتی، اونجا رو فضولی کردی. میشه راحت این کاری نه، فقط کلمات میشه عوض کرد، یه خورد تندترش میشه کرد، در حالی که همین کار رو دوستانه میشه انجام داد. آره میتونیم از هم انتقاد کنیم و باید از هم انتقاد کنیم. اساس عرض کنم زندگی اجتماعی دموکراسی اساسش انتقاده. ممنون آقای روحانی، اجازه بدید با توجه به وقت با توجه به وقت پرسش‌های زیادی هست، اجازه بدید این پرسش‌ها رو مطرح. یکی از این موضوعات به هر حال حرکتی بودش که جمعه شب به وقت ما و شنبه صبح به وقت سوریه اتفاق افتاد و فرانسه و انگلیس و آمریکا، جالبه که در این ماجرایی که بریکست در حقیقت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و بحث‌های اونجوریه، همراهیش با آمریکا هم موضوع مهمیه. کنار اون نشست کشورهای عربی رو داریم که حتی عراق در اونجا شرکت میکنه، لبنان شرکت میکنه و همش علیه جمهوری اسلامی است و اینکه اون رو رژیم حامی تروریست و اصل تروریست مینامن. حالا در حقیقت اون مسئله معروفه که گفت دیگ به دیگ میگه رود سیاسه پایه میگه سلح لا، حالا همین داستان عربستان و ایران است که در حقیقت اگر واقعا بخوایم نگاه بکنی یه تو این صفحه وضعیت ایران یه ذره سنگین تره، به خاطر اینکه وقتی در ایران این پدیده‌ای که هیچ کس تصورش رو نمی‌کرد به وجود اومد و علارغم همه این تلاشایی که آقای روحانی بهش اشاره کرد، آدمایی مثل صادق وزیری، مثل متین دفتری، مثل خیلی ها و جانشون رو بر سر این راه گذاشتن، ولی این فاجعه رو در حقیقت ما ایرانی‌ها به جهان عرضه کردیم و همراه او هم مملکت سعودی. آقای روحانی در فرانسه، اروپا راجع به این ماجرا چه میگویند؟ بشنویم نظر شما رو. بفرم. تصور میکنم که در خدمتون بارها تکرار کردم، مگر حرف خودمانم نیست، حرف دیگر، این حرف منطقیه در عالم سیاست و جامعه شناسی دفاع. عرض کنم که بعد جنگ بین الملل دوم و این اقتدار عظیمی که در طی جنگ بین الملل دوم آمریکا بهش رسید، به طوری که آمریکا در طی جنگ بین الملل دوم تولید تنها آمریکا با تمام جهان برابر شد. البته الان مثلا به 1/5 تولید جهان رسیده، شاید یه خورده بیشتر، ولی اون موقع آمریکا عرض کنم حضورتون که اروپا ویران شده بود و روسیه ویران شده بود در جنگ بین الملل دوم، 50 میلیون آدم کشته شده بودند، شهرها و کارخونه ها و پل ها و همه نابود شده بود و آمریکا عرض کنم در حد اکثر اقتدار بود بعد جنگ بین الملل دوم. بنابراین
رهبری اون چیزی که میگن دنیای غرب رو آمریکا به عهده گرفت. متاسفانه این رهبری از ارزش‌های والای پدران بنیانگذار و اعلامیه جهانی حقوق بشر خیلی دور شده و بیشتر به منافع، عرض کنم حضورتون که نمیخوام بگم به منافع ملی، به منافع روزمره توجه شده، در حالی که ما داریم میریم به طرف جهانی شدن. میبینیم که در درون خود این کشورها نیروهای دستراستی ضد جهانی شدن به قدرت دارن میرسه، مثل آقای ریگان بزن یا آقایی که تو پاکستان، مجارستان به قدرت رسید، یا حتی تو مثل خود انگلیس که پشت کرد به اتحادیه اروپا که یک پدیده محترمیه، یک پدیده مهمیه در، عرض کنم که در روی زمین. بگذاریم، میخوام بگم که رهبری دفاعی اون چیزی که اسمش گذاشتن غرب بر عهده ناتو، و ناتو عرض کنم که عضو اصلیش، هزینه اصلیش، کار اصلیش رو ارتش آمریکا انجام میده. بنابراین ممکنه اینجا و اونجا چی بکنن، حرف نشنوی کنن، نرن، یک کمی دیر برن اینا، ولی میرن. آره، انگلیس و فرانسه به خصوص تو مسئله اتحادیه اروپا دوچار مشکلات عرض کنم جدی هستن. فکر میکنم که برای حلش هم هنوز مشکلات سیاسی جدیدی رو انگلیس خواهد داشت و فکر نمی کنم به این راحتی مشکل رو بتونه انگلیس حل کنه. ولی عرض کنم صیانت ذات به اونها حکم میکنه که حرف آمریکایی‌ها رو گوش کنن. من خودم هم این اصل شناخته شده مربوط به روابط بین‌المللی رو بارها در خدمتتون گفتم که اینا در هر حال ناچارن به خاطر حفظ خودشون با آمریکا همراهی کنن و همراهی هم کردن. و اما عملی که در اونجا انجام شد بیشتر یک عمل نمایشی بود. معمولا یه آدمی که چه میدونم یه فرمانده جنگی اینا میخواد جنگ کنه اعلام نمیکنه که آقا من میخوام بزنم. خبرهایی که میرسه عبارت از این هستش که روسیه قبلا تلفن برداشتن به روسا گفتن که آقا ما داریم میایم. اصلا خود آقای ترامپ یه چند ساعت قبلش نوشته بود که چیز من نمیفهم، باورم هم نمیشه. البته خب میخونم، با عقلم جور در نمیاد، ولی ناچارم قبول کنم چون همه میگن که این حرف زده. نوشته که این روسیه با خبر باشد که موشک های خوشگل و نمیدونم باهوش و اینای ما در راه. کدوم فرمانده جنگی چنین حرفی میزنه مگر اینکه این عمل یه عمل نمایشی بوده؟ البته در مقابل این نمایش عرض کنم دوستون که به مواضع یا مواضع روس ها دور بوده از میدان‌های مربوط به این حملات که میگن حدود 100 تا موشک فرستادن. یکی از فرماندهان ارتش آمریکا که معمولاً توی اون سطوح دروغ نمیگند، چون نمیشه، اینا توی دموکراسی ممکنه فردا صداش کنن تو سنا که توی فلان حرف بیزدی دروغ بوده، اینم سندش. بنابراین اینا مراعات میکنن. بسیاری از اینها از این مقامات خیلی بالا، شما بهتر از من میدونید، من خوب نمیدونم، عرض کنم این مقامات بالا غالبا از با تصویب سنا میان سر کار. همین الان وزیر خارجه رو انتخاب کرده، هنوز بهش جواب ندادن که این وزیر خارجه رو میپذیرن یا نمیپذیرن. در هر حال عرض کنم حضورتون که اون فرمانده بزرگی که حالا فرمانده بزرگ، عرض کنم فرمانده مهمی که من به جای بزرگ کلمه مهم بگم که اهمیت اهمیت مقامش رو بگم، این کلمه بزرگ زیادی شاید در این مقام، به هر حال این فرمانده مهم آمده گفته که 44 یا 40 یا 44 تا موشک بعد از اینکه حملات تموم شد و نمایشی فرستادن سوریه ها بالا، و الا قبلا روس ها اعلام کرده بود. اصلا مقامات رسمی روسیه گفتن که اگر موشک های آمریکایی بیاد ما مقابله میکنیم، مقابله نکردن.
خوشبختانه مقابله نکردند. خواهش می‌کنم در این موضوع اتفاقا این موضوع خیلی جالبی است. روز چهارشنبه اگر اشتباه نکنه این صحبت مطرح شد و صحبت های پوتین رو تلویزیون ها پخش کردن. اتفاقا دوست خوب ما آقای رضای گوهرزاد که از برنامه سازان خوب و برجسته است توی برنامه شنیدم به این موضوع اشاره کرد که پوتین مستقیما گفت که if you attack us اگر به ما بزنی ما پاسخ میدیم، ولی اینها خب به روسا نزدن. اصلا در همون شب اول که حمله آغاز شد در محل وزارت دفاع یا ساختمان پنتاگون هم رئیس ستاد ارتش و هم وزیر دفاع رو همه اومدن اونجا رو ایستادن و خبرنگارا پرسش پاسخ میکردن. اتفاقا میونه پرسش و پاسخ ها خبرنگار فاینانشال تایمز بود اگر اشتباه نکنم پرسش کرد دقیق که آیا شما در این حمله به مواضع روسیه و جمهوری اسلامی هم زدید؟ اونا گفتن نه، ما مطالعه دقیق کردیم بر اساس اطلاعات و کسانی که در حقیقت اطلاعات میدانی عبارتش این بود، از طریق اطلاعات میدانی ما سه نقطه رو دقیق مطالعه کردیم هفته ها و بعد ما اون سه نقطه رو زدیم. ما قصدمون ایران یا روسیه نبوده و حتی اعلام کردن که اصلا ما قصدمون براندازی رژیم اسد نیست، بلکه فقط میخواستیم اون رو در مقابل حرکتی که انجام داده گوشمالی کنیم، تنبیه کنیم، ولی نمیخوایم که رژیم چنج بکنیم. هدف اونم نبوده که ایران و روسیه رو. مقصودم از اینه که خود پوتین گفت اگر به ما حمله کنیم، خب اونام به اونا حمله نکردن، اعلام کردن که اصلا ما قصدمون حمله به سمت شما نبود. یه جور در حقیقت از دو طرف دهان حرف زدنه، به این میگن سیاسی مداری، نمیدونم به هر حال ما بهشونیم بی اخلاقی، شما نمیدونم چی تعریف کنیم. بفرم عرض کنم حضورتون که شما این حرفا رو که زدیم من یاد حکم دادگاه لاهه افتادم در دعوای ایران، دعوای عرض کنم دولت انگلیس علیه ملی شدن صنعت نفت ایران. حکمی که در این دعوا صادر شد اسمش توی حقوق بین الملل عمومی میگن قضیه ویرگول، برای اینکه یه دونه ویرگول باعث شد که جمله معناش عوض بشه. آره راست میگین، در دنیای سیاست اون چیزی که شما اسمش میذارین بی اخلاقی توی علم حقوق و علم سیاست بهش میگن ظرافت کار. آره ولی برای خود من تعجب آوره که این کلمات اصلا تعجب آوره، مثلا برای من باور کردنی نیست که رئیس کشور آمریکا برگردی بیار من این چیشو پیدا کردم، این یادداشتو پیدا کردم که 22 فروردین توییت میزنه بابا تو دفتر داری، دستک داری، مشاور داری، مشاور حقوقی داری، مشاور نمیتونم روابط بین الملل، این کارا چیه؟ توییت میزنه که روسیه آماده باش، به روس ها میگه روسیه آماده باش چون موشک ها دارن میآیند، موشک های نو خوشگل هوشمند. اصلا این با علم سیاست جور در نمیاد، یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است، یعنی غیر قابله، آدم باورش نمیشه همچه اتفاقی توی قرن 21 داره میفته. اون تشکیلات عظیم وزارت خارجه و پنتاگون و کاخ سفید و اینا میگه خوشگل و کوچولو و هوشمند داره میاد. خب نه خوشگل کوچولو نگو نو مثل این که مثلا داره خانم، مثل این دخترش خانومش کفش میفروشن، کیف میفروشن، من هم تو فروشگاه رفتم دیدم، آمریکا که بودم رفتم دیدم، مثل این که کیف و کفش نو و نمیدونم خوشگل و اینا، عرض هوشمند نیست کفش کفشه گوشمان کردن آدم که حرکت میکنه به آدم میگه چقدر چند دقیقه رفتی و اینا. بگذاریم عرض کنم حضورتون که ضمناً چیزی که بسیار بسیار خطرناکه حالتهای غیر عادی هستش که در روابط هست، شما اصلا نمیدونی با چه آدم هایی سرکار داری، میای
مثلا چه میدونم، فکر کنید که شما مثلا داور تماشاچی بازی فوتبال هستین، دارین تماشا میکنین بازی فوتبال، میدونین که قواعد چه بلدین اینا، مثلا تنه نزن، لگد نزن، از فلان خط دورتر نرو، از فلان چیکار نکن. عرض کنم که شما مثل که رفتی تو میدون بازی فوتبال، یا میبینی یه عده شمشیر در آوردن دارن به یه عده دیگه کتک شمشیر بازی میکنن. دیگه سیاست اینجوری نیست. سیاست یه قواعد شناخته شده یه تاریخی وجود داره. از که؟ از 4000 سال پیش. رئیس یک کشور که به هر حال با مردم صحبت میکنه، با نظامی صحبت میکنه، با رئیس گویم فلان این اینه داره، اون اداره این کار اونجوری بکنه، اونجوری میگه که روس‌ها آماده باشن. برای چی آماده باشن؟ طرف دعوات رو روس‌ها نیست، اگه بخواستی بزنی سوریه رو میگفتی اسد آماده باشن. نه، بلافاصله سفیر روسیه آمده بود گفت موشک‌های آمریکایی رو که بیایند منهدم میکنه. خب آدم نمیفهمه کی راست میگه کی دروغ میگه. ما میبینیم یا میشنویم یا میخونیم که حزب الله گذشته رفته، یا بخشهایی از حزب الله گذشته رفته، یا اینکه فرودگاه های سوریه در اون موقع خالی شده بود از هواپیماها، یا حتی خوندیم فکر میکنم رئیس جمهور اوکراین گفته یا وزیر دفاعشون گفته که 77,000 نیروی آمریکایی ببخشید روسی آمدن سر مرزهای ما مجتمع جمع شدن. در همون لحظات میبینیم بزرگترین مانور تاریخی نیروی دریایی چین در دریای چین عرض کنم که حرکت میکنه، در محلی که مورد اختلاف با آمریکا است، اشکال دارن با آمریکایی‌ها، اینا رفتن چینی‌ها رفتن اونجا جزیره مصنوعی درست کردن برای اینکه پایگاه درست کنن، پایگاه نظامی درست کنن، محل اختلافه. از اونجا بیمه 77,000 تا پس برابر این حالت جنگی بوده. البته یه مانوری مثل این مانور نیروی دریایی چین قطعا تو برنامه ریزی های اینها وجود داشته، ولی این که در همون روزها یا در همون ساعات این عمل شروع بشه، یا این که حرکت نیروهای روسی به طرف مرزهای اوکراین در همون ساعت نشون دهنده این است که یه خبرهای دیگه یا احتمال وجودش بود. و بعد هم ببینید تو هفته گذشته هر هفته از این اتفاقا میفته، اینو بیرون میکنه، اینو وزیرش عوض میکنه، یکی دیگه رو فردا میخواد بازنشسته بشه میندازدش بیرون، نمیذاره بازنشسته بشه، حقوق بازنشستگی بگیره. توی همین هفته گذشته دیدیم این آقای کومی که قبلا رئیس اف بی آی بود آمده اعلام میکنه که این آدم لیاقت اداره این کشور رو نداره و روزنامه ها و اینا چاپ میکنن. اونجا که نمیشه دیگه روزنامه ها رو گرفته. خب این آقا کتابش هم میخواد بفروشه، سیاست تبلیغی خوبی هم هست برای فروش کتابش. بعد میاد یه کارایی میکنه که من میخواستم تحقیق کنم نتونستم بفهمم اینو. یه کارایی میکنه آدم اصلا عالیش نیست. میان میگه سرایدار ساختمون آقای ترامپ آمده گفته که من از این آقا یه بچه دارم که خارج از روابط زناشویی، من از این کلمه حرام دادم خیلی خوشم نمیاد، برای اینکه حلال و حرام که اینجوری باشه که دفترخونه وجود نداشت که، همه ما بچه های آدم و حوا بودیم، اینا به طور طبیعی مرد و زن با هم دیگه گرفتن عرض کنم تولید مثل کردن. و به هر حال این آقا اونجا هم یه تولید مثل کرد، تجاوز هم احتمالا نکرد، برای اینکه سال بچه شده از اون خانم، اون خانم هم هیچ سال ها چیزی نگفته اینا، یا برای اینکه اسناد مربوط به ارتباطات این آقا رو با یه تنفروشی برن بگیرن، رفتن تو دفتر وکالت یک وکیل اسناد جمع آوری کنن. من اصلا تصورم نمیدونم چجوریه. من یه دوست بزرگواری دارم که در واشنگتن وکیل، باید زنگ بزنم ازش بپرسم مگه میشه رفت تو دفتر وکیل اسناد موکلین رو بدون اطلاع مقامات قانون رو کنه رفت گرفت پاسپورت، مگه همچه اجازه ای داره؟ ما اصلا اسرار مردم رو اجازه ندیم، به ما یه چیزایی که میگه ما حق ندیم به کسی بگیم، قسم خوردیم. چجوری اینا میرن به زور قسم مردم میشکن؟ نمیفهمم. در فرانسه که همچه اجازه ندارن، در فرانسه اگه جرمی اتفاق بیفته پاسپورت باید به رئیس قانون وکلا اطلاع بده، یک سندی که عرض کنم دال بر مجرمیت وکیل یا موکلی هستش در دفتر فلان کس هستش، شما نمایندتون رو بفرستید ما بخوام این دفتر فلانی ببینیم.
خب ببینید وقتی رئیس یک کشوری در معرض این همه فشار هست و بعد هم رفتاراش اینه، از اون طرف میبینیم که خامنه‌ای در درون دچار گرفتاری شدید، من و شما مثلا چه میدونم مسئولیت یک خانواده ای رو داریم و برای حل مشکلات روزمرهمون بایستی که تلاش بکنیم که نمیدونم مشکلات کم کنیم اینا. خامنه ای 80 میلیون آدم اونجا داره که از این 80 میلیون عرض کنم حضورتون اقلا 90% ناراضی هست و هر روز تهدید میشه و تهدید میکنه، وضعش خرابه. این دیدید که آقای رئیس مجلس برگشت گفتش که ببخشید نایب رئیس مجلس مطهری برگشت گفتش که این آقای شهردار نجفی بعد از اینکه اون بچه کوچولو آمدن رقصیدن شب ریختن تو خونش، تو خواب بود، تو خواب بازداشتش کردن. ببینید بعد هم به هر حال به دلیل همین اجبارات عرض کنم که عقب نشینی میکنن، میگن که خاتمی و ناطق نوری و روحانی و یکی دو تا دیگه جمع شدن، پسر حسن خمینی و جمع شدن و گفتن که باید این آقا استعفا کنه، معنی نداره با اینا همکاری کردن. وقتی که اینا میگن ما انتخابات کردیم، شورای شهر تهران داریم، بعد نمیدونم رئیس شورای شهر تهران رو میگیرن، رئیس شورا بعد منتخب شورای شهر تهران میگیرن، باشه همچی کاری میکنن، معنیش چیه؟ معنیش این همه چی عرض کنم پاشیده کجا مدرده؟ آقای شهرستانی، آقای مهندس شهرستانی تا روز آخر بود در شهرداری تهران، هیچ کسی جسارتی نکرد. خمینی هم آمد رفت پیش خمینی گفت من شهردار تهرانم، خمینی هم میدونی آدم دزدی نیست، گفت آقا باش شهردار خوبی باش. بعد این آقای توسلی و بعدا آمد شهردار شد. عرض کنم حضور تو که از این خبرها نبودش که، از این کارا کسی نکردش در بعد از خود بعد از شاه هم نکرده این کارا رو. چرا این کارا رو میکنن؟ برای اینکه عباس عبدی آمده به راحتی دیروز گفته که رژیم اعتماد به نفسش رو از دست داده، که همین هفته گذشته وار استریت جورنال به طور دقیق در 3-4 تا کلمه وضع رژیم ایران میگه، میگه فروپاشی اقتصاد ایران 3 تا دلیل داره: نرخ بالای تورم، افزایش نرخ ارز، بیکاری و 4 تا و لغو برجام. شوخی نمی کنه این با چی عرض کنم، این آقای وار چی میگن وال استریت جورنال راهنمای سرمایه‌داریه، معلم سرمایه‌داری، آدم سرمایه‌دار میره وال استریت جورنال میخونه، براش با خودش تصمیم بگیره که چیکار بکنه. این شوخی برای مطالبی که می‌نویسه روش حساب داره. ممکنه که مطالب عرض کنم حضورتون جهت‌دار بنویسه، ولی اون جهتدارش هم یه آدم اهل مطالعه و آدم فهمیده بی خود نیستش که هفته گذشته اعلام شده ایران خطرناکترین محل هست برای سرمایه گذاری. خب سرمایه گذاری نمی کنن. همین فکر کنم امروز بوده یا دیروز بوده که رئیس بانک مرکزی هم علاوه بر اون نماینده مجلس گفت که در عرض یک ماه 30 میلیارد دلار از کشور خارج شده تو ماه اسفند. حالا این رئیس بانک مرکزی آمده و به خروج سرمایه به شکل ضمنی اقرار کرده که خروج سرمایه خطرناک شده. بعدش اینا نمیتونن با این با همین در ظرف یک هفته دو هفته 20% قیمت ارز رفته بالا. الان میگن ما ارز کردیم 4200 به کسی ارز نمیدن، نمیتونن بدن. اینا معانیش چیه؟ ما همچین مشکلاتی در زمان شاه نداشتیم که یه همچین پاشیدگی نبوده. عرض کنم که فرانک بوده مثلا اون موقع فرانک بوده 9 ریال، حالا مثلا بعد انقلاب شد 90 ریال شد 97 یا 9 بوده شد 9.70 مثلا، من نمیدونم حالا یادم رفته، ولی به هر حال 5-6% این و اونور شده آمد با این رفت بالا. یه همچین خبری نبوده که الان خود رژیم آمده اعلام میکنه که این عراق رو ما از دست داعش نجات دادیم، اما بازار عراق روی ما بسته شده، عربستان سعودی به اینا سیما میفروشه، برای اینکه به عربستان سعودی تعرفه های ترجیحی میدن به ما نمیدن، به ترک ها تعرفه های ترجیحی میدن به آخوندان نمیدن، به آخوندان به
بخش خصوصی ایران نمیدن. به کامیون های ایران رو کامیون هایی که به اونجا جنس میبرد به هر حال برای مردم ایجاد کار میشد، چیزایی که در درون تولید میشد میبرد پشت مرزها نگه میدارن برای اینکه اصلا قابلیت رقابت رو از بین بردن. یعنی اینا تمام حتی این مناطق کوچک نفوذشون دارن از دست اینا میگیرن. شما ببینید دو سه روز قبل از اینکه این حمله اتفاق بیفته ولایتی اونجا بود دیگه، علی اکبر ولایتی 22 فروردین اونجا بود. این جملهش اینه: از دمشق در برابر هر گونه تجاوزی حمایت میکنیم. حمایت چون چی بود؟ یا یه روز یکی دو روز قبلش یکی از این آخونده فکر میکنم که نماینده خامنه‌ای در نیروی قدس گفت به دست ما بهانه بدن هی بودم تل آویو رو با خاک یکسان میکنه. اون که نماینده روابط بین المللی رهبر حرفی که زده، اون حرفی هم که نیروی قدس زده، کجان اینا؟ غیر از اینکه خامنه‌ای آمده سخنرانی گفت که آمریکا هیچ منفعتی از این کار نمیبره. یعنی چی؟ تو که قرار بود تل آویو رو با خاک یکسان کنی، کجایی؟ در هر حال این مطالبی که دارم میگم این است که ما در یک مجموعه ای از بلاک ها و عوامل غیر متعین قرار گرفتیم که مهمترین کاری که باید بکنیم اینه که تلاش کنیم میهن ما صحنه نبرد مردم باشه با رژیم، نه صحنه نبرد عرض کنم که پادشاه عربستان سعودی با نمیدونم خامنه ای، اختلاف شیعه و سنی نباشه، اختلافات فرقه ای نباشه. این اشخاصی که به این آتش ها دامن میزنن، از این خوابا میبینن که جنگ اتفاق بیفته، یادشون باشه اگه جنگ هم اتفاق بیفته قدرت به شماها نمیدن، قدرت میدن به سپاه پاسداران. از عراق درس گرفتن، ارتش عراق از بین بردن، دولت از بین رفت در عراق، تأسیسات دولتی از بین رفت و الان عرض کنم که چندین ساله که رفتن اونجا کشته شدن. خود رئیس کشور آمریکا میگه 7000 میلیارد پول دادیم، میگن 4-5000 تا آمریکایی اونجا کشته شدن، حتما 30-40000 تا عرض کنم که معلول شدن و ارتش آمریکا باید هزینه اینا رو تا آخر اون پرداخت بکنه. میگه 7000 دلار داشت، 7000 میلیارد دلار خرج کردن چیزی که گیرمون نیومد. اینا برای اینکه چیزی گیرشون بیاد با شماها معامله شما کسی نیستین که به چه اعتباری با شماها معامله کنم. هر روزی که شما با این کارگرانی که حقوق معوقه نگرفتن، این غارت شده ها قرار و مدار و ارتباطات و احترامات داشته باشین، عرض کنم که اون وقت همه میان دم خونه شما از شما خواهش میکنن که ما چیکار بلدی بکنیم. یا بنابراین منتظر نباشید که عرض کنم که تخت ولایت مطلقه فقیه رو به شما بسپارن، به شما نمیسپارن، دیوانن مگه؟ آقا شما کاری بر نیستی که. اون آقا همین الان میگه که من از سوریه میخوام برم، هر روز ناز میکنه میگه من میخوام برم، اگه عربستان سعودی میخواد من بمونم بایستی هزینه هاشو بده. همین امروز هم دوباره اعلام کرد که میخواد برم. دیروز اقدامات و مانوف هایی که مثلا این آقای شاهزاده عربستان میاد اینجا مثلا چون با خانم عزیزانلو، خانم رجوی ملاقات میکنه، یا این که مثلا میان از این کشورهای عربی دستچین میکنن، چون مثلا 14 تا از این کشورها آمدن جمع شدن، خیلی ها نیامدن، اینا فقط برای ترسوندن آخونده هاست. اینا برای این نیستش که قدرت سیاسی رو آقای جان بولتون و آقای نمیدونم جولیانی و آقای ترامپ بدن دست شما. برای چی بدن دست شما؟ آقای ترامپ یکی از این ساختمونایی که داره عرض کنم که نمیتونه بده دست شما که نمیدونم نظافتش بر عهده بگیری. سازمانده این آدم ندارید. به چه اعتبار اینجوری عرض کنم حضورتون
سر تعظیم فرود میارید، تکریم میکنید از اینکه شب عید گفتی، نمیدونم آخوندا بدن، نمیدونم چی. برای چی شماها نمیتونید عرض کنم که هیچ ارتباطی، ارتباط ارگانیکی با جامعه ایجاد کنید، در حالی که امکانات عظیمی برای این کار وجود داره. شماها نمیتونید از حمایت 6 میلیون 5 میلیون ایرانی خارج از کشور که بیش از 2000 میلیارد دلار ثروت دارن، امکانات مادی عظیمی دارن و بخش عظیمی اینها عرض کنم آرزوی بازگشت به میهن رو دارن، حتی به عنوان توریست که جرأت میکنن برن، شما نمیتونید اعتماد اینها رو جلب کنید. شما فقط باید تجزیه ایجاد بکنید، بین هم دیگه شروع کنیم، این به اون بعد بگه، اون به اون بعد بگه، این میگه من تاجی میخوام، اون یکی بگه من صندوق رای رو میخوام، من میخوام چی بکنم. خبری نیستش، بی خودی به جون هم دیگه میفتید. بهترین کاری که میتونید بکنید این هستش که بیایید و عرض کنم حضورتون نقاط اشتراکتون رو که گذار از جمهوری اسلامیه و راهاش رو هم دیگه درش اتحاد ایجاد کنید و سعی بکنید که ریاست مردم رو بر عهده نگیرید. این کشور عرض کنم به یکی از این دوستانی که گفته بودن در مورد قانون اساسی و فلان، ما بابا ببینید 60-70 هزار تا فقط وکیل داریم، حالا استادان دانشگاه و نمیدونم حقوقدانانی که در جای مختلف هستن، خب به چه حسابی شما بایستی عرض کنم که بشین اینجا قانون اساسی از توهین‌آمیز همچین حرف زدنی؟ در درون ایران ما میبینیم این آقای هرمیداس باوند، داوود هرمیداس باوند که میگن این تحلیلگر سیاسیه، فکر میکرد که روسا اونجا پوست آمریکا رو میکنن. همین یک دو روز قبلش نوشته بود که واکنش در با ایلنا مصاحبه کرد و گفت از واکنش شدید روسیه و ایران. منم البته تصورم این بود با توجه به مشکلاتی که پوتین داره، مسئله برای شخص خودش، برایش مسئله شخصی شده و به احتمال خیلی زیاد فرماندهان ارتش سرخ، فرماندهان ارتش روسیه گفتن نمیتونیم چنین کاری رو بکنیم، صدمه میخوریم. میبینی که اینا اعلام که کردن، مقامات رسمیش اعلام که این توهین به پوتینه، نگفتم مثلا چه میدونم تجاوز از مقررات بین المللی آمدید این کارو کردید. شاید اگر میگفتن که شما اجازه ندادید، فرصتی ندادید که بیان مقامات بین المللی ببینن که این عمل انجام شده یا نه، شاید حرف درستری بوده. شما بدون اینکه فرصت رعایت بکنید یه همچین عمل نظامی رو انجام دادید، مثلا چی میکردن؟ ولی اینا عرض کنم که گفتن توهین به شخص آقا من رفتم توهین جا. بنابراین الان میبینید ترکیه تو این قضیه از امروز به فردا تغییر مسیر داده، حال باز مالیش نمیشه. ترکیه آمد از این عمل عرض کنم وجودتون قدردانی کرد. ترکیه رفیق روسیه و ایران بود، یه هفته قبل با روحانی جلسه داشتن، با پوتین جلسه داشتن توی، از امروز به فردا عوض شد. چرا؟ برای اینکه اینا اینقدر دچار مشکلات هستن که تاکتیکی عمل میکنن و خطر قضیه هم عبارت از این هستش که عرض کنم اگه تکنوکرات ها وجود نداشته باشن ممکنه فاجعه ایجاد بشه. تکنوکرات های نظامی رو میگم، سیاسی رو میگم، برای اینکه اون آقا که در اونجا تحت فشار این وزیر بیرون میکنه، نمیدونم رئیس اف بی آی بیرون میکنه، اینه میاره اونه میبره، بعدش نمیدونم پرونده داره در مورد مشکلاتی که با روسیه وجود داره، حالا غلط درسته، حالا این آقای مولر باید روشن کنه. بعد اون یکی میگه که نمیدونم به من پول داده که من حرف نزنم، و یکی دیگه میگه من از یه بچه دارم، و یکی دیگه میگه من تقلب کردم. اما اقسام گرفتاری شخصی رو داره، علاوه بر این که عرض کنم که یک رفتار عجیب و غریبی غیر قابل فهمی داره، اون طرف خامنه‌ای که یکی دیگه از پاهای مسئله هستش گرفتاره، هزار تا گرفتاری داره، از همه مهمتر در خطر فروپاشی وجود داره در درون کشور. از اون طرف میبینیم آقای اردوغان از امروز به فردا پشت میکنه به روسیه و ایران، میره طرف آمریکایی‌ها، معلوم نیست چرا.
اینا اصحاب دعوا هستن که همشون در حالتهای غیر عادی هستن، بنابراین چتکه انداختن روی مسائلی که عملها و عکس العملهای اینها به هیچ عنوان با منطق جور در نمیاد. چرا با منطق جور در نمیاد؟ برای اینکه شما در درون ایران با یک سازمان اداری در طرف هستید که شهرداری تهران میاد مطالعه میکنه، به طور رسمی اعلام میکنه که 65% مردم مراجعین به ادارات دولتی به 22 سازمان دولتی رشوه دادن. اینو ماها نمیگیم که دشمنان این رژیم هستن، این دستگاه تحقیقاتی ارشدم که شهرداری تهران میره از این فساد رو نشون میده. این فساد به جایی رسیده که عرض کنم امام جمعه ایلام یه آخوند لطفی میاد بعد از 8 سال که بعد از 7-8 سال که این کروبی و موسوی رو که ما رو میخوان ببرن به چی میگن دوران طلایی امام اینا رو محصور کردن، برمیگردن میگن که همین آقای لطفی میگه که خیلی خوبه اینا رو محاکمه کنی چون قطعا اینها محارب شناخته میشن. این همین حرف رو در مورد اون راننده اتوبوس میزنن که با 17 محل زخم ازش در حال بیهوشی و اغما و اینا میگم عکسش که دیدیم ازش اقرار میگیرن که من نمیدونم پشت رول نشسته، اصلا معلوم نیست که این آدم با اون کتکی که خورده بود با اون خونریزی و با اون که چشمش نمیبینه اصلا رانندگی کرده باشه. حکم اعدامش رو گفتن که قبل از اینکه اصلا چی بشه، قبل از اینکه حکم اعدامش صادر بشه فکر میکنم رئیس نیروی انتظامی گفتش قبل از عید حکم اعدامش صادر میشه. اون که امام جمعه‌ای که حکم اعدام برای عرض کنم نخست وزیر چشم و چراغ خمینی صادر میکنه و کروبی رئیس مجلسش، اون یکی هم نیروی انتظامی پاشیده. ما نتونستیم، ای کاش که این هزارتایی که این سند رو امضا کردن تو 2-3 تا کلمه دیگه هم با هم دیگه در 3-4 تا جمله با هم به تفاهم میرسیدن برای عبور از این نظام و تشکیل مجلس مؤسسان که میتونستن با همه این جوامعی که در حال حرکت هستن با 1 میلیون معلم ایرانی میتونستن بلافاصله همجهت حرکت بکنن. بنابراین باز هم مثل همیشه من آرزوی این دارم که ماها از بهانه جویی های گوناگون دست بکشیم، به خودمون نگاه کنیم، ببینیم که خودمون چه اشتباهاتی کردیم، انتقاد کنیم از رفتارهایی رو که کردیم و تلاش بکنیم که نقاط ضعف خودمون رو بشناسیم، اینا رو تبدیل به وقتی که نباشه تبدیل به نقطه قدرت میشه. این یه امر کاملا شناخته شده است و ما بایست این شهامت رو داشته باشیم که بگیم آقا پشیمونی، فلان کاری که کردیم کار بدی بوده، ای کاش که ما چنین کاری نمی‌کردیم. ببینید عفو بین‌الملل هفته گذشته آمده اعلام کرده در جهان ما 1% جمعیت جهان رو یه خوری بیشتر تشکیل میدیم، 50% اعدام‌های روی زمین منحصر است به ولایت مطلقه فقیه. دیگه بیش از این مگه میشه ظلم کرد به مردم؟ پس بنابراین عرض کنم که طبیعی هست که مردم میخوان این رژیم رو نابود کنن. این ما هستیم که بایستی برای ادای دینمون نسبت به مردم از بهانه جویی ها دست برداریم، نقاط اشتراکمون رو تقویت کنیم. شما با گفتن بسیار خوب به ما نشون دادید که ما هم بایستی برای شما آرزوی سعادت بکنیم. فقط میخواستم خدمتتون عرض کنم من هفته آینده در چنین ساعتی در پاریس به دعوت انجمن تجدد ایران در مورد حق دفاع در ایران صحبت میکنم. بنابراین عرض کنم اگر هفته آینده در خدمت شما نبودم منو میبخشید یا اینکه جای منو عوض کنید بذارید جمعه یا سه شنبه. بچه خیلی ازت ممنون، سپاسگزارم ازت و ها از اینکه مهر میکنید و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی. از شما نهایت سپاس دارم، برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر آرزوی بهترین دارم ایرانی. متشکرم از شما. من هم از شما سپاس گذارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، برای از شنوندگان شما هم
درخواست میکنم که تلاش کنن که شما بهتر بتونید وظایفتون رو به عهده گرفتید رو انجام بدید. ممنونم. متشکرم. خدا حافظ. قربان شما. بها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای روحانی رو. امیدوارم این صحبت ها کمکی کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما واقع شده که آمار و ارقام دروغ نمیگوید، نشان میدهد، بنابراین مهر کنید سایت میهن تیوی رو، یعنی www.mihantv.com رو به دوستان معرفی. من دیشب در همین مراسم برای 3 نفر این اپلیکیشن رو دانلود کردم، چقدر اینا خوشحال شدن. برید تو اپ استور اپ میهن تیوی، به محض اینکه بنویسی میهن فری میهن تیوی ظاهر میشه، میزنی بعد اون اپلیکیشن رو دانلود میکنی، بعد وقتی که بازش بکنی ویدیو هست، در بالای اون ویدیوها در صدر اون صفحه، چون ممکنه تلفن شما از نیمکش وسط باز کنه ولی از صدرش در اون بالا میبینی دو تا علامت تلویزیون میهن هست، لوگوی میهن هست، یکیش رادیو است یکیش تلویزیون، هر کدومو که دلت بخواد انتخاب کن، خیلی سهل و آسان است. بعد هم لینک ها تو شبکه های مختلف اجتماعی قرار میگیرد، با پیوستن به هر کدوم از این شبکه ها لینک ها در اختیار شما خواهد بود. شما مهر کن، شیر کن، دوستان ببینن. آدرس ما هم در تمام این شبکه ها میهن تیوی عدد 1 است. خوشحال خواهم شد که پذیرای نظر شما نازنینان باشم. بهها ماه به نیمه رسید، ما همچنان از ماه گذشته بدهکاری هامون بر جای خودش باقی مانده است. اگر می توانید در این زمینه مدد رسان باش. سپاسگزارم.